درود بر شما ازتون به خیر اگه کتاب مقدس کنارتون هست میتونید باز بکنید فیلیپیان یک بیست هفت تا بیست و یک شنبه شب دعا کردیم برای چند نفر گفتم یک کسی که دست توی درد توی دستش داره و یکی بودش که از پله ها افتاده بود و اونجا بودش که خدا واقعا نوزش کرد و فمکه بودش که صحبت کردم به یک خاله یا عمه که بسیار مریضه و برای اون بود و دعا کردیم خداوند شفا میده و آدم ها رو نوازش میکنه حتی زمانی که در نگاه میکنه خداوند محدود نیستش و این عالیه که ما بدونیم امشب بشارت ایسای مسیح بشارت یعنی خبر شادی خبر خوب هنوز یکی از قوی ترین چیزهایی رو که آدم ها تا الان شنیدن خبر خوش بشارت است. بشارت این که ایسای مسیح از دیار مردگان بلند شده برای بخشیده شدن گناهمون نجاتمون آزاد کردنمون و برای اطمینان و دریافت زندگی ابدی و تغییراتی رو که آدم ها نیاز دارن که دریافت بکنن از هیچ راه دیگه به دست نمیارن فقط از طریق بشارت عیسی مسیح هست این برای هیچی نیستش که اسمش خبر خوش هستش چیز دیگه نیستش که شما بتونید از مواد مخدر رها بکنید یا بخواید دنبال کار بگردید توی تمام دنیا آدم ها تلاش میکنن آدم هایی که برگشتن به گناه یا اشتباهات زیادی کردن تا بتونن برشون گردن به دنیای عادی جهادهایی رو میشناسیم که باید کلی کار بکنن و که بتونن دوباره برگردن به دنیا و دوباره بعضی وقتا به اشتباهاتشون برمیگردن ولی بشارت عیسی مسیح یکی از قوی ترین و بالاترین خبرهای خوبی هستش که آدم ها میتونن بشنن و باید بشنون برای آزادی نجات و و تمام این چیزها و هیچ چیزی بالاتر و قدرتمندتر از این نیستش. سوال اینجاست. اگر من و شما بشارت عیسی مسیح رو دریافت کردیم و قبولش کردیم و پذیرفتیم آیا ما رفتارمون دقیقا شبیه اون هستش یا نه بشارت مسیحی که روی صلیب رفته ما شنیدیم که ایسای مسیح روی صلیب رفته و از بین رفته ما این پیام رو دریافت کردیم ما این بخشندگی رو دریافت کردیم بعضی از ماها خیلی قدی تغییر کردن تازه شدن عوض شدن و برکت گرفتن سوال اینجاست که آیا ما واقعا متنازه با خبر خوش خودمون رو تغییر دادیم آیا ما واقعا ارزشی که باید روی بشارت بذاریم داریم یا نه من زمانی که داشتم خودم این موزه رو می نوشتم خیلی از نظر روحانی قوی شدم من پیغام هایی را از کلیسای اوپن دورز می گیرم ایشون یکی از کسای هستن که کتاب مقدس رو به بخشهایی که خیلی سخت هستن میفرستن و داستان ها و شرایط رو می که برای مسیحی هستن که تحت شرایط وحشتناک هستن ولی چجوری واقعا درست دریافت میکنه خانواده ها ضدشون هستن ولی هنوز قابل اطمینان میمونن نسبت به پیغام بشارت و تلاش میکنن که با اون شرایط سخت رو به شرایط خوب برگردونن و این آدم های روحانی هستن که خوبه یه داستانی رو خونم راجع به یه دختری که توی هندوستان هست اسمایی که میخونم اینا اسمای واقعیشون نیست ولی میخوام با تون بکنم که چقدر این مسیحی یا چجوری رفتاراشون متنازه با اون بشارتی بودش که دریافت کرده بودن حتی با شرایط سختی که داشتن توی هندوستان راحت نیستش که شما بخواین واقعا مسیح این خانم دختر پنج سالش بود بالای خونهشون ایستاده بود پدر مادرش خیلی پردار بودن و خونهشون بالای ده تا اتاق اون میتونش یه اتاق داشته باشه و اینجا این داستان جلو میره و یکی از کارکنان اوپن دورز باهاش مصاحبه میکنه ازش میپرسن که چطوری چه خبره و اسم این دختر تارا هستش جرئت نمیکنه بهش نگاه بکنه این مصاحبه که با اینترویو شده گفته که من میدونم که واقعا ایشون داره راجع به واقعیت میگه اتفاقاتی گفته خوب نبوده خانوادهشون رهاش کرده بوده و حتی توی خونه خودش هم محدود بود من خودم با از تارا شروع کردم به سال پرسیدن راجب به ایمانش من زمانی که مریض شدم یه کسی به من به ایسای مسیح گفت خیلی یواش این رو گفت شروع کردم دعا کردم رفتم کلیسا و اونجا شرفا پیدا کردم و اونجا شروع کردم به ایسای مسیح ایمان آوردن یک آزادی رو در این خودم داشتم که هیچ کسی رو دریافت نکرده بودم ولی وقتی که خانواده متوجه شدن که من هر هفته میرم کلیسا عصبی شدن و من رو آزار دادن و تا و گفتن که تو اینجوری باعث میشه ما از بین بریم اگه تو به کلیسا بری گفتش که یا بر ما رها بکنی یا بر ما رو فراموش بکنی تار تارا هنوز پیش خانوادهش زندگی میکرد ولی من رو را واقعا رها کردم و هیچ چیز نمیتونم پس خونه دست بزنم برای اینکه میگفتن تو هر دست بزنی کثیف میشه 15 تا اتاق تو خونهشون داشتن اشتباه کردم ولی یه دونه از کوچیک‌ترین اتاق‌ها رو بهم داد هیچ که به من نگاه نمی‌کرد هیچ که به ما حرف نمی‌زد من بعد بر خودم غذا می‌خوام و بر خودم از خودم مراقبت می‌کردم من حتی یک مهاجر تو خونه خودم بودم و کرد، بغض تو گروش بود بعد گفتش که تارا اینجا یه چیز خیلی جالب رو میگه من تلاش کردم که موقع ایمانم رو رها بکنم ولی احساس خالی بودم کردم این خالی بودنی که میتونست فقط عیسی مسیح اون رو پر بکنه پس نمیتونستمشون رو رها بکنم ولی زندگی خیلی برام سخت بود اون بعد صبا زود بیدام شده کار پیدا بکنه برای اینکه فقط 15 سالش بود فقط یکم پول میگیره و اون استفاده میکرد تا بخواد غذا بخره یا کارهای دیگه ای رو بکنه یا هزی... بکنه برای مدرسه و اونجا دوباره بعد میرفته دنبال کار برای هزینه های بعدی و شروع میکنه به گریه کردن و میگه که چجوری خواهر رو برادر دلش برای اونا تنشه گفته کاری که میتونم بکنم براشون اینه که م... میگه کاری که تونستم فقط بکنم باهاش مصاحبه گری گفتش که بشینم کنارش و دستشو بگیرم و به من گفتش که دعا بکنیم برای خانواده من و بخوام که من قبول بکنن تا را با اشکایی که تو چشماش هم بود با اینکه ناامید بود ولی میدونستم که ایمانش قوی هست بغلش کردم و بهش آرامش دادم و بهش گفتم هر چیزی که بخوای برای قابل اطمینان هست این دختر 15 ساله است این این داره برای عیسی مسیح زندگی می‌کنه. تو شرایط خیلی وحشتناکیه ولی خودش رو محکم نگه می‌داره به پیغام بشارت و رفتارش متناظر با بشارت هستش حالا قراره ای که این را از توی باب کتاب مقدس بخونیم پیان یک بیسته تا و بیسته اما هرچه برای من پیش آید چه, چه شما بار دیگر ببینم چه نبینم به یاد داشته باشید که همواره باید همچون مسیح واقعی زندگی کنید تا همیشه خبرهای خوب درباره شما به من برسد و بشنوم که دوش به دوش یکدیگر استوار ایستاده و هدف هم همگیتان این است که بدون توجه به مخالفت های دشمن پیغام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید همین امر برای ایشان نشانه هلاک است اما برای شما نشانه این است که خدا با شماست و با شما زندگی جاوید عطا کرده است زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید حالا توی با یک معنی دیگه را دارن میخونم شما باید اجازه بدین که اون خبر خوب رو بشنویم چه شما رو ببینم چه نبینم در روحتون یکی باشین و این خبر خوش رو نگه دارید موضوع این موعظه رفتار متناظر با بشارت هستش اجازه بدین به کلمه با ارزش نگاه بکنیم فیلیپیان یک بیست اونجا این چیزی که میخونی میگه که رفتار شایسته نسبت به پیغام خوش انجیل داشته باشید اینجاست پاولوسه که میاد برای فلیپیان نامه مینویسه ولی این نامه را زمانی مینویسه زمانی که خودش توی زندان بوده بهشون میگه که شما امکان داره توی زمان سختی بگیرن من خودم من بودم ولی تو هر شرایط که سختی که هستید رابطه خوبتون رو با همدیگه حفظ بکنید حتی اگر که تو زمان سخت هستید تو زمانی هستین که مشکلات هستش ولی حواستون به اعضای بدنتون در ایسای مسیح باشه بعد اونجوری باشید که ایسای مسیح هستش و رفتارتون دقیقا متنازه با بشارت باشه یعنی که مناسب باشه متناسب باشه توی کتاب فلیپیان گفته که با تمام شرایط ها و دشمنی هایی که تون هستش باید رفتارتون متناسب با پیام نجات بخش انجیل باشه توی فلیپیان دو میگه که واقعا مفهوم از رفتار مسیحیت چی هستش واقعا با هم دیگه چی هستن ما باید اون رفتاری رو داشته باشیم که متناسب با بشارت ایسای مسیح هست خیلی سخته که چنین رفتاری رو داشته باشیم که واقعا به پیام خوش انجیل نزدیک باشه چه چیزی که واقعا حالا بهش نزدیک نمیشه با هم که بعدا نگاه میکنیم کلمه ارزش رو که در کنار بشارت میبینیم اینجا عیسی مسیح است که پسر خداونده که جسمش رو برای من و شما داده ما هفته گذشته پسح رو داشتیم یک جشن بزرگی برای تمام مسیحی ها بود قوی تر از حتی جشن کریسمس هست شاید آدم ها کادو و هم دیگه ندن ولی عیسی مسیح روی صلیب رفت به خاطر بخشندگی و محبتش برای شما این یه چیز کوچیک نیست این یه چیز چیزی نیست که ما بخوایم فقط کنار رو رها بشیم و بریم ولی ما نجات پیدا کردیم از تمام گناه ها و اونجاست که نجات رو دریافت میکنیم اینجا میگه پالوس واقعا حواستون هست به رفتارتون به خاطر چیزی که دریافت کردین آیا ما واقعا اونجوری که باید رفتار بکنیم رفتار میکنیم چیزی که خداوند به شما داده و شما واقعا بخشیده شدین تا ابد زندگی ابدی بهتون داده شد اگر بخشیده نمیشدین چی میشه آیا رفتارتون واقعا متناسب با خبر خوش انجیل هستش قلاتیان 3 27 و همه ما که تعمید گرفتیم جزی از وجود مسیح شدیم و مسیح را پوشیدیم چه کسی حالا قصه تعمید شده زمانی که واقعا قصه تعمید شدی شما حمله باز شدی با عیسی مسیح این خیلی مهمه که بخواین این رو بدون آدم ها لباساشون رو تغییر میدن رفتارش رو عوض میشه حتی به بچه های کوچولو که میخوان بازی بکنن حالا یه جاکت تنشون میکنن و دیگه اه اه وقتی یه لباسی تنشون میکنن آه حالا من دیگه شدم پرنسس حالا یه چیزی رو تنت میکنی و رفتارت دقیقا شبیه اون چیزی که میشه تنت کردیم این چیزی که من دارم واقعا راجع به صحبت کردم شما خودتون رو هم لباس کردین با عیسی مسیح حالا شما لباس عیسی مسی دارید حالا چجوری قراره واقعا رفتار بکنی چیزی رو تنت کردی که تا الان نداشتی چیزی دریافت کردی که تا الان نداشتی بچه ها لباس دکتری تنشون میکنن دقیقا رفتارشون شبیه دکتر میشه یادم میاد که بچه های من دختر های من اما هم تن تنت یکی لباس من تنش میکرد دسی با کفشای من را می بازی میکردن مثل مامان و بابا وقتی که لباس رو تر میکردن خودشون رو عوض میکردن دقیقا لباس رو که تنشون میکردن رفتارشون میشد میشه می اون لباس آیا ما خودمون لباس که از ایسای مسیح دریافت کردیم رفتارمون شبیه اون میکنیم یا نه این چیزی که دقیقا پولس گفته وقتی که ما توی شرایط میریم یادمون میره که چه لباس رو به تن کردیم یادمون میره که واقعا ما لباس پوشیدیم لباس ایسای مسیح تن کرده وقتی تو شرایط سخت هستیم دلمون میخواد که خیلی راحت فراموش بکنیم که چه لباسی رو تنم کرده شما با ایسای مسیح لباس رو پوشیدی حالا رفتار چجوری هستش متنازه با پیام خوش انشیره یا نه حالا ما نقطه دوم رو بگیم سه تا نقطه هستش توی این موعظه این که بهمون میگه که مسیحی که توبه کردن چه چیزهای در رفتارشون نباید دیده بشه این صحبت میکنه راجع به خانواده رابطه های عادیمون و کلیسا شما چجوری با عنوان کسی که تو کلیسا هستی رفتار میکنی وقتی توی رابطه کوچکتر هستی چجوری هستی خانوادهتون خانواده چجوری لهم هایی که توی خانوادهتون هستن این سه تا نقطه هستش که ما بعد واقعا نگاه بکنیم نقطه اول اینجاست که کتاب مقدس اینجا خیلی قدی راجبش میگه که ما باید حواسمون به یک به یکی بودن در روح و جسم باشه کسی که لباس عیسی مسیح رو تعمین کنه یکی بودن درش خیلی قویه مسیحایی که پر از روح و قدس هستن همشون با هم یکی هستن وقتی که با همدیگه من خودم دلم برای اون روزها تنگ وقتی با هم دیگه هستی ما با همدیگه یکی در روح هستیم در و چیزی بین ما فاصله میدازه دعوان نیست مشکلات نیست چیزی هستش که ایسای مسیح فقط در مرکز ایستاده و این ارزش بشارت هستش این متناظره و متناسب با پیامی رو که خودمون دریافت کردیم و اینجاست که قدرت یکی بودن در مسیر رو نشون میده ما ها آدم های متفاوتی هستیم یا کلیساهای متفاوتی روی زمین هستن و نمیدونم تا حالا راجبش فکر کردیم اگه ما تو بهش باشیم فقط یک قوم اونجا وجود داره فقط یک قوم وجود داره نمیتونیم فکر بکنیم که حالا که جلوی ملکوت خداوند ایستادیم آ مال کدوم کلیسا بودی آنان نه کلیسا خوب نبود ما هممون جلو ملکوت خداوند ایستادیم و هممون فقط یک قوم هستیم تو این بابی که خوندیم میگن که اگه میخواین با ارزش در بشارت خداوند حرکت بکنید یکی بودن اتون رو حفظ بکنید و در روح و جسمتون یکی بمونیم ما باید اینو کار بکنیم حتی تو خانوادم اونجا کلیسای کوچیک شما شما باید تو رو این کار بکنی حالا تو هر گروه مسیحی هایی که هستیم باید اینجوری باشه ولی چند تا چیز هستش که بعد واقعا زدش حرکت میکنه زد این یکی بودن حرکت میکنه اگه پر از غرور و خودخواهی باشی مشکل داره خودخواهی زد عشق ابدی است یکی بودن شما رو نگه میداره که فقط خاص خودتون رو تحت فشار نده اگر شما پدر مادر هستی و شما بچه داریم بچه ها رو باید جهت بدین تا بتونین خانواده رو با هم دیگه یکی نگه داری به عنوان پدر مادر و بچه ها اگر بچه ها خیلی تلاش بکنن که خواسته خودشون رو به شما هاشن و اونجاست که خ... یکی بودن خانواده رو از بین این خیلی مهمه که به بچه ها یاد بدید خانواده بالای خاصه شخصی شماست درسته که بچه ها خیلی مهمه ما بعد واقعا به بچه ها خیلی حواسمون باشه ولی این برمیگرده به خانواده نه اینکه فقط به بچه ها باشه و دقیقا کلیسا هم همینجوری ماها به عنوان کلیسا اینجوری نیستش که فقط من باشم یا شماها باشین ما با همدیگه داریم یه کار رو برای خدا برم کنیم هر کسی به تنهایی خیلی بهم هستش هر کسی تنهایی رو باید واقعا تشویقش کرد ولی ما با همیم با هم باید جلو بریم و بالای این تک تک ها خداوند ایستاده خدا ما با هم بیکار میکنیم برای هدف بالاتر حالا حتی گروه کوچکتر هستش مثل خانواده یا گروه های دیگه توی کلیسا و خود کلیسا به عنوان یک مجموعه کسی که فقط با خودش مشغول هستش و حواسش به خودش هست یکی بودن را از بین میبره بابی رو که میخوام بخونم کلاسیان سه پنج یعنی اینکه چیزهایی رو به غرور مربوط میشه رو بعد از بین ببرن و بعد آرامش داشته که یک در یک بدن هستیم ما هم ما ماها یکی بودنمون داره هی ضربه میخوره به خاطر اینکه غرور داره جایگاهش رو بمیده میده پس به گناهان این دنیا نزدیک نشد حواسهای نا... حوصهای ناپاک در وجودتان کمی میکنند نابوز و هرگز خود را به گناهان چون بیعفتی ناپاکی شهرانی و حواسهای ننگین دیگر آلوده نکنید اینا باعث میشه که شما بخواین که و حالا شماره دوازه همین باب میگه که حال اگر خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و همچنین شما را محبت کرده است شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشین و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید هرگز از یکدیگر دیگر کینه به دل نگیرید از یاد نبرید که مسیح شما شما را بخشیده است پس شما نیز باید دیگران را ببخشید مهمتر از همه بگذاری محبت های حاجی زندگی شما شود زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است یکی بودن پس خیلی مهمه پس بر غرور از بین بره که ما فقط به خودمون نگاه بکنیم اونجا مشکلات میاره قلاتیان 5 13 تا 15 برادران عزیز خدا به شما آزادی عطا کرده است اما آزادی نه برای پیروی از خواسته های نفستان بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر خودتون فکر کنم شما شاده دارم دیگران رو دوست بداریم و به همان اندازه خود رو دوست میداره اما مواظب باشید به جای محبت کردن مدام در حال ایراد گرفتن و زخم زبان زدن به یکدیگر نباشید ما مبادا لطمه جبران ناپذیر به یکدیگر وارد آورید اینا همه ایدا باعث میشه که ماها یکی بودن رو داشته باشیم وقتی که نفستون و روحتون با هم یکی نباشه نمیتونید جلو برید ما وقتی با هم دیگه هستیم این خیلی قدرتمنده ما باید رفتار فروتن داشته باشیم نسبت به اینکه خداوند رو پرستش میکنیم و نسبت به دی هم دیگه و اینجا جایگاهی هستش که روح و قدوس خیلی قدرتمند میتونه جلو بره نقطه ای رو که میخوام بهتون بگم اینکه ما در روح و نفسمون بعد یکی باشیم و نقطه بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که اگه ما با هم دیگه در ایمانمون نجنگیم توی این بابی که خوندیم ما باید آیا واقعا با ارزش پیام خوش انجیل رو رفتار میکنیم باش دوباره با هم گردیم با اون دختری که خوندیم راجب شنیدیم راجبش اون برای ایمانش داشت میجنگید نه اینکه بخواد برای خودش نگه داره میخواست اون رو به دیگرون هم انتقال بده بشارت یکی از وقتی یکی از قوی ترین خبرها هستش وقتی شما اون رو دریافت کردید و اون رو واقعا انگاه خوردینش یا به آغوش کشیدینش این خیلی مهمه که بخوایم برای بشارت بجنگیم اگه بشارت بخشی از زندگیتون هست ما باید برای اون بجنگیم ماها همهمون حالا نوکیش یا قدیمی هستیم ما باید تو زندگی خودمون بتونیم این رو نشون بدیم که باید بشارت دادن جلو بره حالا چپ یا راست ما باید واقعا با این بجنگی برای ایمانمون بجنگیم این دقیقا مناسب با بشارتی هستش که دریافت کردیم با خبر خوش انجیل هستش آه نه. این خیلی بیارزش اگه بگی که من اینو دریافت کردم ولی باش کاری نمیکنم خدایا مرسی که من رو بخشیدی منو نجات دادی منو آزاد کردی حالا اون کاری رو میکنم که خودم حوصله رو دارم ولی کتاب مقدس گفته این بیارزش این نمیتونه متناسب باشه با پیام خوشی که شنیدی بشارت یعنی اینکه ما براش بجنگی که ما ب... بتونیم این کلام رو جلو ببریم و پخشش بکنیم و بخوایم چیزهای را بسازیم با او شرایطی رو که داریم بخوایم کلام خداوند رو پخش بکنیم یک مسیحی این مدلی فکر میکنه که بخواد به دیگرون هم این رو انتقال بده اینا در کنار همدیگه متناظر هست متوجه میشیم که یکی بهتر از دیگری هستش یکی تلاش بیشتری میکنه نسبت به دیگری هر چیزی جایگاه خودش رو داره ولی شما اینو شنیدید شما اینو دریافتش کردی شما میدونید که این پیغام زندگی شما رو تغییر داده شما هیچ پیغام دیگه زندگی شما رو تغییر نمیکنه شما میدونید که آدم ها اینو نیازن تا بهش تا نجات پیدا بکنن پس بجنگید در و برای ایمانتون کار بکنید صحبت کردن مثلا با یکی تلاش بکنید صحبت بکنید شاید تلاشتون سخت باشه آدم ها الان خیلی سخته بخواه با کسی ارتباط برقرار بکنید ولی میری فروشگاه بپرس او آه میتونی با یکی صحبت کنه آه نه دومت فاصله بگیریم از همدیگه ولی شروع بکنیم با حرف زدن ما باید واقعا بجنگیم برای چیزهایی که ضد ایمانمون داره قدم حتی تو این زمان ما باید رابطمون رو با خداوند قوی بکنیم ما میخوایم همه کار بکنیم تا کلام خوش رو به دیگران اطلاع بدیم دومین نقطه ای که اینجا هستش که ما ببینیم که ما چجوری میتونیم در این جلو بریم واقعا نترسیم به خاطر چیزهایی که ضد شما هستن شما باید پر باشین از روح القدس و اینکه ب... تشکر بکنیم این که خدای مرسی که من نجات پیدا کردم آ من میتونم واقعا بعد به شما این قدرت رو بده شما شما بتونید بعد ترس هاتون غلبه بکنین گفتم که من با باید... الان با یه آدم آدم صحبت میکنم توی ترکیه فروق ایشون مسلمون بوده توی ای ایران شاید یک آدم خیلی مسلمون نبوده وقتی که راجب ایسای مسیح میشنوه توبه میکنه و الان چهار ساله که داره توی ترکیه زندگی میکنه دعا میکنه که از اونجا بره ولی وقتی چهار ساله که اونجا هست بچه هاشون بچه هاشون رد شدن توی مدرسه به خاطر اینکه نمیخواستن کار قرآن رو انجام بده حتی بچه های ترک آزارشون ولی گفته من فروتن ببونم من نباید آزار ببینم من باید به کلام خداوند رو نگه دارم من باید خبر خوش رو داشت داشتم گفتم که چه آدمیه این آدم واقعا داره ارزش عیسی مسیح رو نشون میده آزارش میده به من دیروز گفتش که خیلی آزارم میدم بچه همون هنوز توی کشور مسلمون هستن باید قرآن رو یاد بگیرن وگر نه این وگر نه اون ولی من آدم های خیلی کمی رو دیدم که واقعا میخوان کلام خداوند رو بشارت بدن مثل ایشون کتاب مقدس گفته که, که این خیلی بیمناسبه اگر ما دهانمون رو ببندیم نسبت به کلام خداوند که دریافت کردیم برای دنیایی که واقعا نیاز داره اجازه ندید آدم ها شما رو آزار بدن یا جور دیگه فکر بکنن یا آدم هایی که ربطی ندارن به ایسای مسیح آدم های بی ایمان هستن ترس شما وقتی با عیسی مسیح هستین لباس عیسی مسیح رو تن کردین ترس دیگه جایگاهی تو زندگی شما نداره شما باید یکی بودنتون رو با عیسی مسیح نگه دارین در نفستون در روحتون فروتن باشین و با همدیگه باشین و اجازه بدین که جلو برین در پیام خوش و بتونین برین این یک وظیفه ای که برای تمام مسیحی‌هاست که بتونن ترس رو کنار بذارن برای بشارت جلوه همه موقع خجالت موقعی نمیشه آ نه دوباره من باید برم پیش ای ای او همه هر چشماشون روی منه حالا ما باید بپرسیم چه لباس تنمون هست آیا لباس مسخره و تنمونه یا لباس ایسای مسیح تنمونه و اینجاست که ما متوجه میشیم که باید چی کار بکنیم اجازه بدیم به این نگاه بکنیم به آخرین نقطه که اینکه خداوند چقدر بخشنده بوده نسبت به من و شما توی این بابی که خوندیم صحبت کردم یکشنبه راجبش صحبت کردم که برکت خداوند چجوری به من و شما در ما اون رو دریافتش میکنیم حالا نگاه میکنیم به با اون باب اصلی که اول خوندیم فلیپیان یک اجازه یک بیست و نه زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشه گفتم که پولس اینجا تو زندان بوده اینو نوشته خداوند بهمون این برکت رو داده این بخشندگی رو داده این فیض رو داده ولی گفته که ما باید این زحمات رو تحمل کنیم ما نمیخوایم که این زحمات رو تحمل بکنیم در راه ایسای مسیح برای اینکه ایسای مسیح رو داریم ولی کتاب مقدس گفته ولی اینجا و در این زمان مثل این بشارتی که شهادتی که خوندیم برای اوپن دورز با تمام سختیه که داشت این دختر اینو نگه داشته، حتی بعضی وقتا آدم ها تر میشن آدم های هستن که خداوند رو جلال میدن وقتی که بهشون داره تجاوز میشه ما اونجا نیستیم اون موقع است که واقعا دارن از خداوند طلب قدرت میکنن من و شما نمیتونیم رو تحمل کنم اگه رو راست باشیم واقعا ولی عیسی مسیح خودش تنها کسی بود که واقعا به زندگی سخترین رو داشته زدنش به صلیب کشیدنش بهش توف کردن ولی در نهایت مون و بشارت داد حتی روی صلیب به اون مردی که نزدیکش بود هر چقدر که این زحمات و مشقات زیاد بود رفتارش دقیقا این یک پادشاه بود شاید درست دیده نمیشد واقعا شبیه یک پادشاه چون زیر خون بود ولی تمام مشکلات نفسانی رو تحت کنترل داشت و آزار ندید حتی روی اون کوه پیروز شد اونجا ایستاد به عنوان یک بره و این واقعا پادشاه من و شماست پادشاهی که من و شما ما پرستشش میکنیم و ما لباسش رو برتن داریم بشارت یا رفتار متناظر بشارتی داشتن اینکه ما هیچوقت وقت اینو فراموش نکنیم چیزی رو که دریافت کردیم ما تو زمان راحت زندگی نمی کنیم آدم ها سوش میکنن که مسیح بودن یه سر مسخر است احمقانه است آدم های هستن که حتی آدم های هستن که نمیتونن کلمه بشارت رو دریافت بکنن برای اینکه احساس میکنن که وای چه چیز احمقانه ایه ما باید با ارزش و متناسب با چیزی که شنیدیم رفتار بکنیم درسته تو این روزهای آخر ما این نور رو یعنی کلام خداوند که کلام خداوند که دریافت کردیم از زندگی من و شما دور اطرافمون بدرخشه الان زمان نیست که بترسیم الان زمان نیست که ما بخوایم بلنشیم چیزی رو که عیسی مسیح درمون کاشته بخواد رشد بکنه و اجازه بدیم که نور عیسی مسیح از من ما شما خارج بشه شاید شغلت از دست بدی یا هر چیزی میتونه هر اتفاقی باشه ولی باید آماده همه چیز باشیم اینجا یه مردی بود اسمش رو گذاشتن پاو ده سال بی به خاطر ایسای مسی زندانی بود شما وقت هنوز شیش ماه نشده تو خونه این حسلش رو ندادید ولی این مرد ده سال به تقصیر زندان بود ایشون توی الیتریه بود فکر کنم اگه اشتباه این با یه گروه مسیحی ها کار میکردش و پال دریافت میکنه کلام خداوند رو و گفتش که اون موقعی که من ناامید بودم وقتی که با اون گروه فرار میکنم دلیل این که اونها بر کرام با اونها یکی نمیشه شما توی الیتریه میتونید توی کلیسای کاتولیکا و ارتودکس و مسلمونا میتونید برید ولی پا, کسی بود که دوباره متولد شده و ازش پرسیدن که خجالت نکش از ایمان و پرسید که ازش پرسیدن که چته بعد اون موقع تصمیم می گرفت که واقعا به خداوند ایمان داره یا به قانون اونجا ایمان داره ولی قبول کرد که در راه خداوند قدم برداره بر همین انداختنش زندان بهش غذا کم میدادن وقتی هوا خیلی گرم بود خیلی مریض شد و دکتر براش نمیفرستادن به خاطر اینکه نمیخواست امضا بکنه که قراره به حرف دولت گوش بده و نمیخواست که ایمانش رو کنار بذاره و گفت گفتش که من زده دولت بودم ولی نمیتونستم بگم که دولت بالای جایگاه من است بقیه آدم هایی که پیش پاول بودن بهش امید میدادن کتاب مقدس رو پاره کرده بودن با هم همدیگه تقسیم کرده که بتونه هر کی یه بخشش رو بخونه ما فقط و پاس که تنها باشی بعضیاشون ایمانشون رو رعا کردن ولی بعضی از سرگروه هایی که اونجا بودن امضا کردن که بخوان واقعا به حرف دولت گوش بدن ده ساله که تو زندانه و هیچ درمانی و هیچ چیزی نداشته و خیلی سنگین و مجازاتش میکردن ولی همه اینا بهش امید میداد که بخواد این رو واقعا نگه داره و گفتش یادم میاد امیدی رو که ایسای مسیح به من داد روی این زمین نیست توی بهشتش هستش رومیان، کتاب رومیان هشت اومده که چیزهایی رو که توی این دنیا هستش شما رو از بین بره ولی در روح شما آرامه شدن این چیز رو توی زندان به دست آوردن اون موقع کاری رو میکردم که روح از من میخواست و اون موقع بود که دردهای شکنجه هایی که میگرفتم من رو آزاد میداد و خداوند من رو اون موقع همیشه به آغوش میگشید این خیلی جالبه که بخوایم راجبش فکر بکنیم پاول توی یک شرط خیلی وحشتناک بود و زمانی که براش وحشتناکتر میشد حواسش بیشتر به ایسای مسیح می میگفت من کاری رو نمی کنم که خواسته طبیعی من میخوام من کاری رو می کنم که خداوند میخواد این یعنی دقیقا کسی که واقعا به ارزش پیام خوشی که دریافت کرده رفتار میکنه شاید سخت هستش شاید سنگین باشه شاید تو شرایط بد جلوه آدم ها ضد شرایطی که میخوان جلو میرن میگه ولی من با اون رفتار میکنم که لباس رو که به تن کردم متناسب با رفتار پیام خوش انجیل هستش ما الان توی روزهای آخر هستیم ما کلیسای قدرتمند باشیم پر از روح قدست باشیم فروتن باشیم نسبت به همدیگه همدیگر هم رو ستایش بکنیم و بجنگیم برای اینکه در ایمانمون بتونیم جلو بدیم تا بتونیم کلام خداوند رو پخش بکنیم و بعد تس پیروز بشیم این جایگاهی هستش که خداوند با قدرت میتونه در ما حرکت کنه و اجازه بدیم که سرامون رو ببریم, ببریم و چشمهامون رو ببندیم در نام عیسی مسیح آمن این باعث افتخاره که ما بتونیم پیام انجیل رو بدیم که بتونیم هنوز توی, توی هلند بتونیم هنوز موضع بکنیم حتی از طریق پخش زنده چقدر عالی که ما به خاطر ایمانمون تو زندان نیفتادیم این چقدر عالی که یه موقعی شنیدیم این پیام انجیل رو که شما شنیدین که واقعا عیسی مسیح شما رو دوست داره و ش... به خاطر شما روی صلیب رفتی این چه پیام عالی هستش چه چیز قوی هست این پیام انجیل که آدم ها بخشیده میشن آزاد میشن دیگه به مواد مخدر و الکل رو چه چیز قدرت مندی میتونه باشه هیچ چیز قوی تر از این وجود نداره حتی حقوق بالا نمیتونه بالاتر از این باشه هیچ چیزی نمیتونه بالاتر مقابل این بیسته فقط بشارت کلام خداوند هست که من و شما دریافت کردیم اگه شما این رو امشب میشنویم و اینو یه موقعی شنیدیم ولی اینو دریافتش نکردیم و ایسای مسیح رو به عنوان نجات دهنده رو نپذیرفتیم توبه بکنید از گناهتون و عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهندتون قبول بکنید اگه میخواین این کار رو انجام بدید اگه میخواین توبه بکنید از گناهاتون رو رها بکنید و عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهندتون قبول بکنید برای زندگی ابدی که بخواین دوباره متولد بشید و روح خداوند میاد در وجود شما اگه این تصمیم رو تا الان نگرفتید آیا شاید یه موقعی تصمیم رو گرفتیم ولی برگشتیم به گناه و در گناه زندگی یعنی ولی میخوایم به خدا برگردیم تصمیم رو تازه بگیریم و با همدیگه میتونیم این دعا رو بخونیم با من دعا بکنیم اگه برای اولین بار میخوای یا برگشتیم به گناه اگه میخوای عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهتون داشته باشین دعا رو بگید عیسی مسیح من رو ببخش من رو ببخش به خاطر تمام گناهانم عیسی مسیح من ایمان دارم که شما به خاطر تمام گناهان من روی صلیب رفتید شما از دیار مردگان بلند شدید عیسی مسیح در قلب من بیا و در من زندگی کن و من قدرت بده تا شما رو دنبال بکنم در تمام روزهای زندگی و من رو کمک بکن که ارزش کلام شما رو بشارت بدم خدایا تشکر میکنم به خاطر این و دعا میکنم در نام شما آمین مسیحیان رفتار که متناسب باشه با چیزی که شنیدید زمانی که شما قرص شدید خودتون رو هم لباس ایسای مسیح بخورید چه کار میکنه با شما کتاب مقدس گفته شما یکی باشین در نفس و روحتون جسمتون رو به صلیب بکشید غرورتون رو این باعث میشه که شما یکی بودن در زندگی زناشوی خانواده خادم بودنتون توی کلیسا رو از دست بدید آیا میخواین با لباس های مسیح قدم بزنی؟ آیا میخواین که واقعا متناظر با پیام بشارتی قدم بزنید بعد این رو نگه دارید یه قدم به عقب بجنگید تا بتونین به جلو برین تا بتونین با بشارتی که دریافت کردین به جلو قدم برد شما به تنهایی نمیتونین لباس ایسای مسیر رو نگه ده. یه موقعی باید قدم محکم برداری آه خدای من کلام شما رو شنیدم دریافت کردم به عنوان نجات دهنده حالا باید چی کار بکنم چی کار باید بکنم تا بتونین بجنگید برای ایمانتون و اونجاست که بر, بر ترستون پیروز بشید اجازه ندین که بترسین به خاطر شرایطی که زدتون هست آدم های هستن که هستن که میگن که من ضد شما به خاطر اینکه مسیح هستیم ولی احساسش میکنید احساس میکنین که پیش خانواده هستین که ایمان ندارن یا دوستاتون تو مدرسه یا همکاراتون اینا همه گناهکارن شما رو آزار میدن اجازه ندین که بترسین شما لباس عیسی مسیح رو تنتون دارید و متناظر با رفت، رفتار انجیلی داشته باشید الان زمان دعاست Ja, اجازه بدیم بلنجون رو با هم بخونیم uh, موسیقی پرستشی که الان میخونن، میگن که uh, تو تنها کسی هستی که به من قدرت میدی شما جایگاه امن من هستیم uh, من در کنار شما کامل هستم

قوی ترین چیزی که روی این زمین وجود داره برای خداوند بزرگترین دستورش اینه که ما بخوایم بدیم بشارت بدیم وظیفه من و شماست که بخوایم بجنگیم و بخوایم پیام انجیل رو جلو ببریم یکی بودن در هدفمون که با همدیگه این کار رو بکنیم ماها لباس ایسای مسیر رو داریم ما باید خوشحال بریم باشیم ما قسل تعمید شدیم و قدیمی لباس قدیمی رو کنار گذاشتیم با ارزش رفتار بکنیم با چیزی رو که لباس رو که به تن کردیم خدا من قرار کمکمون بکنه من شما رو خریدم هزینه کردم تو برای من هستی پس رفتار متناسب با پیام انجیل باشه و این به من و شما قدرت میده به من, من شما آتش میده به من, من شما هیجان میده اون میتونه روح خداوند در من شما حرکت بکنه اجازه بدین که در دعا ببندیم خدایا اسم شما رو جلال میدم مرسی بابت عشق و محبتتون خدایا مرسی بابت کلامتون که پیش ما آمده زمانی تونستیم تصمیم بگیم خدا ما رو کمک بکن که بر ترسمون پیروز بشیم و با ارزش بتونیم جلو بریم خدا و کلام شما رو اونجوری که دریافت کردیم درش قدم برداریم و برای ایمانمون بجنگیم در نام عیسی مسیح طلب بیدم آمین مرسی بابت زمانتون مرسی که حواستون بود میبینمتون شبتون خوش مرسی